اعضای پارلمان اروپا روز پنجشنبه از لیتوانی، لتونی، مجارستان، مولداوی، اوکراین و همینطور روسیه به خاطر افزایش فشارها بر همجنسگرایان به شدت انتقاد کردند. انتقادات پارلمان اروپا بیشتر متوجه سه کشور اروپای شرقی است که در حال تصویب قانون مجازات علیه تبلیغات همجنسگرایی هستند. قانونی که دامنه و چارچوب آن چندان روشن نیست و بسته به تفسیرهای متفاوت میتواند شامل آثار اسکار وایلد هم شود و یا حتی ممکن است همجنسگرایان را از دست در دست یکدیگر انداختن نیز منع کند. همانطور که در بسیاری از کشورها می‌بینیم، تنها با رویکرد باز و آموزش می‌توانیم بر شرایط غلبه کنیم. چون قوانین هر چقدر هم که مهم باشند، فقط یکی از عناصر شکل دهنده افکار عمومی‌اند. اما مهم آزادانه سخن گفتن است و این قوانین در روسیه، اوکراین و مولداوی به این دلیل خطرناکند که مانع از بحث و گفتگو می‌شوند. صرف نظر از حملات تندروها و ملی‌گرایان علیه همجنسگرایان، در صورت تصویب نهایی قانون مجازات تبلیغات همجنسگرایی، شرایط برای آنها بیش از پیش دشوار خواهد شد. پارلمان روسیه بر آن است تا جریمه تبلیغات همجنسگرایی را به 17,000 دلار افزایش دهد. این امر گرچه اعتراضات و انتقاداتی را برخواهد انگیخت، اما مسلماً صدای همجنسگرایان را نیز کوتاه‌تر خواهد کرد. یکی از فعالان جنبش دگرباشی جنسی میگوید: در دنیای کار بیشتر اوقات واقعا غیر ممکن است بگوییم که هستیم، چون احتمالاً رانده، مسخره یا مورد نفرت واقع میشویم. این مشکل جدی است. همجنسگرایان مرد یا زن و دگرباش‌های جنسی بیش از اندازه از خشونت‌های فیزیکی و زبانی رنج میبرند. نمایندگان حامی این قانون آن را در راستای حمایت از اقلیت‌ها، ارزش‌های سنتی و مبارزه علیه بحران جمعیتی می‌دانند. در مقابل، استدلال فعالان دفاع از حقوق دگرباش‌های جنسی این است که به کمک روش‌های علمی جدید، همجنسگرایی به بحران موالید نمی‌انجامد.